سلام دوستان، محمد اسقری هستم، کارشناس امور مهاجرتی ترکیه. در این ویدیو در مورد انواع اقامت رو میخواییم صحبت بکنیم. سیستم اداره مهاجرت به این حالتی که در حال حاضر سه نوع اقامت رو میده. یکی اقامت آیله هستش، یکی اقامت اورنجی هستش و دیگه اقامت کیسادانه. اقامت آیله اقامتی هستش که یکی از طرفین، زن یا شوهر، خانم یا آقا، یکی از طرفین وطن تاشی داره، ترک هستن و یا چالش مایزنی دارن که به این طرف بقیه اعضای خانواده اقامتشون آیله ثبت میشه. اقامت اورنجی همونجوری که از اسمش مشخصه اقامت دانشجویی هستش و برای کسانی که دانشگاه پذیرش گرفتن اقامت دانشجویی صادر میشه. این اقامت دانشجویی بر اساس نامه‌ای که از دانشگاه میارن میتونه تا 3 سال 4 سال از اینکه پاسپورتشون تمام بشه، چون مهمه این قضیه، بهشون اقامت بلند مدت نمیدن. اقامت دیگه که کیسادانه هستش که بیشتر مورد استفاده از این اقامت هستش، اقامت توریستی، کسی که خونه میخره، اقامت ملکی، کسی که میخواد برای تجارت بیاد، کسانی که برای تداوی یا درمان میان، کسایی که فارغ التحصیل میشن و در حقیقت منتظر یه بازه زمانی هستن که دانشگاه جدید ثبت نام بکنن و ادامه تحصیل بدن. تمام اینا گزینه‌هاش توی کیسادانه ثبت میشه. پشت همگیری کارت ها همشون به یک حالت هست، فقط پشت کارت ها فرق میکنه که نوشته اقامت آیله یا اورنجی یا کیسادانه. برای کیسادانه هم اون پشت کارت کد داره، مثلا اقامت توریستی رو با کد ای ثبت کردن. از این طریق میتونم متوجه بشه چه نوع اقامتی گرفتن. برای اصل اقامت هم حتما شرط به ترکیه هستش، چون سیستم مرزی اداره مهاجرت وصله به مثل اینکه پاسپورت ها اسکن میشه، سیستم اجازه اصل اقامت میدید ما میتونید را رو بگیریم. برای دوست اقامت کاری هم که چالشمه نیستی در موقعی که رابط کارفرما هستن میتونن شرکت ثبت میکنن یا جایی کار میکنن و بهشون بیمه که رد میشه درخواست اقامت کار میشه. یه مبحث دیگه که خیلی دوستان سوال میکنن این در مورد خرید ملک هستش. در مورد خرید ملک همونش که میدید دوتا گزینه هستش، یکی بالای 250,000 دلار و یکی پایین 250,000 دلار. بله، 250,000 دلار به بالا اقامت به وطن تاشی سریع میدن که 3 تا 6 ماه پروشش هستش. کسی که سند به نامش هست اول اصلا اون وطن تاشی میشه، بعدش هم افراد زیر 18 سال، فرزندان زیر 18 سال و قبل از اون هم همسرش. فقط با به این نکته توجه کنن که ملک رو تا 3 سال نمیتونن بفروشن. اگر خونه زیر 250,000 دلار باشه، دیگه مبلغ مهم نیست، 100,000 یا 250,000 یا هر چقدر مهم نیستش، این قانون رو باید رعایت کنن که 5 سال بیشتر از 90% ترکیه رو ترک نکنن. یک نفر به عنوان مین در این رو مشخص بشه، یشون پرسکال کمتر شرایط رو رعایت کرده باشه، میتونه درخواست وطن تاشی بده، اقامت ملکی بگیره، بقیه از خانواده اقامتشون توریستی میشن و وقتی که وطن تاشی گرفتن طبق مثل 25,000 دلار بچه های زیر 18 سال هم وطن تاشیشون به فاصله میگیرن و بعد از اونها هم همسرشون. این برای وطن تاشی اقامت کردن بالای 18 سال شامل نمیشه. موفق باشید. باز اگر سوالی بودش از طریق واتساپ یا تلگرام با ما در ارتباط باشید. خدا نگهدار.